سلام دوستان دوست داشتم این نموداری که دانشگاه جان هاپکینز برای اپیدمی کرونا ویروس پاندمی کرونا ویروس منتشر کرده رو با هم نگاهی بکنیم ببینیم که عددها به چه شکلیه و چرا هنوز عددی که ایران ریپورت میکنه جای بحث داره این بر اساس آخرین اطلاعاتیه که منتشر شده تا همین تایمه حدودا یک و نوزده دقیقه به وقت فکر میکنم گرینویچه و ما یه نگاهی اگه بکنیم به نمودارا میبینیم که نمودارا معمولا به صورت نمایی شروع میشن نه. یعنی اینکه هر تعداد هر روز تقریبا یه ذریبی از تعداد روز قبل مثلا اول 16 و توی اول فوریه بوده 16000 و اول ژانویه است اول اول ژانویه بود 16600 تو چین دوم ژانویه شده 19700 معمولا توی ویدیو میگن یه بین 1 و 15 تا 1 و 25 حالا اگه ما بالا در نظر بگیریم مثلا اگه امروز 1000 تا باشه فردا انتظاری که داریم زبدر 1 و 25 کنیم میشه 1250 تا همجوری میره بالا و رشد نمایی خیلی سریه بعد این مدتی میبینید چند برابر میشه مثلا فرض کنید یه روزی ده هزار تا باشه زب در یک و, بیس و پنج تو فقط یک روز دو زا... آه... میشه دوازده و پونسد و, دو و پون اضافه میشه تو یک روز فقط آه... و به همجوری همجوری میره بالا ولی این تا یه حدی این رشد روش پیدا میکنه چون که دیگه انتقال بیماری کنت میشه تا حدی که بگیر مردم بگیرن و بعد که اون نقطه رو بهش میگن نقطه عطف از اون به بعد از حالت نمایی یا اکسپوننشیال خارج میشه و به حالت لاجستیک برمیگرده یعنی میشه یه،, یه،, چیزی مثل یک به روی یک به علاوه ای به توان اکس حالا بحث ریاضش خیلی مهم نیست این اینه که شیب افزایش کاهش پیدا میکنه شیب افزایش تعداد بیماری ها کاهش پیدا میکنه شیبا میدونین که میشه خط مماس برقر نقطه نمودار توی نقطه عطف یک این عدد و بعدش کمتر یک میشه کلا نموداری که ما از یه پندمی یا اپیدمی داریم یه چیزی شبیه همینیه که اینجا تقریبا میبینیم خب برای چین این اتفاق افتاده الان کروشون فلت شده این که میگن کرو صاف کنیم فلت اند کرو که میبینیم ترندش هست مربوط به این نقطه است که زودتر برسیم به این نقطه حالا ایتالیا رو نگاه کنید ایتالیا داره به سرعت رشد میکنه امروز یه خبری بود که انگار الان به شیبه یک رسیدن هنوز البته الان نگاه میکنید که دیروزش 20 مارچ 53 و 600 بوده 21 مارچ شده پنج و 100 خب هنوز رشد بوده ولی انگار که امروز فقط یک برابر همین پنج و صد احتمالا اضافه تر نشده یا اگه اضافه شده رشدش خیلی کم بوده در حد که انگار داره متوقف میشه یا کم میشه رشد اضافه شدنش حالا باید ببینیم دیگه برای ایتالیا این اتفاق میفته یا نه و امریکا رو نگاه کنید به شدت در حال افزایشه همجور که نمکنی یه مدت طولانی اینا یا تست نمیکردن یا هرچی و الان در این بازی این روند نمایی رو میبینین برای اسپانیا به همین به همین شکل برای آلمان هم همین شکل حالا میرسیم به نمودار ایران و خیلی جالبه که این نمودار از یه جایی به بعد کاملا داره خطی اضافه میشه یعنی همینجوری هر روز انگار هزار تا دارن اضافه میکنن ده ماش بیس هزار و... رو

21 و انگار دارن روزی میگن 1000 تا 1200 300 تا بهش اضافه کنیم تا هم یه سری ریپورت کرده باشیم هم هم نمایی اضافه نشده در صورتی که انگار که از یه جایی به بعد این نمودار باید اینطوری میرفته بالا ولی این شکلی ریپورت شده خب با این وضع میشه پیش مینی کرد که حدوداً عدد چقدره اگه ما آمارای روزه اول رو در نظر بگیریم تقریبا میتونیم ببینیم که چه عددی میتونه باشه حالا از اون بحث میگذاریم فقط این نمودار منطقی نیست که خطی اضافه بشه حدودا برای فرانسه رو نگاه کنید باز نمایی الان کره نگاه میکنیم مثل اینکه از اینفلکشن پوینت یا اینجا که اینفلکشن پوینت بوده یا قسمت نقطه عطف گذشته حدود روز اول دوم مارچ اینفلکشن پوینتش بوده بعد افزایشش کاهش پیدا کرده میزان افزایشش کاهش پیدا کرده سویتزرلند یا سوئیس هنوز داره افزایش پیدا میکنه انگلستان همینطور اه، اه، کجاست اینجا ندرلند همینطور این هم به،, به نظر میاد که داره نمایی افزایش پیدا میکنه اتریش به همین شکل بلژیک به همین شکل نروژ تقریبا اینم یکم کم و زیاده یعنی حسابش میکنی اینم داره کیساش اه، اه، یک کم کم اضافه میشه ولی هنوز تعداد خیلی من مثل ایران نیست که بشه در موردش قضاوت کرد روزهای آینده باید برگشت به نمودار نروژ هم نگاه کرد چون هنوز اینم شکل نمایی به خودش نشون نمیده حالا شاید دلایل دیگری هم وجود داشته باشه ولی حالا به اینم برمیگردیم روزهای آینده سوئد داره افزایش بدم میکنه به, ش... به صورت نمایی ولی گویا مثلا با یه سری اقداماتی ممکنه کاهش بده باشه شاید ایران هم همین کارو کرده یعنی ولی من بعید میدونم برای اینکه چیزی من نشنیدم که قرنطینه سفت و سختی بگیرن و اینا من یه ذره هنوز با منو منو برمیانگیزه که چطوری اینا نمودار رو دارن اینطوری ریپورت میکنن بعد دیگه کجا دیگه پرتغال به همین شکل استرالیا که وضعش خیلی خرابه دارن همینجوری افزش پیدا میکنه حدودا 400 تا 400 تا هر روز و کشورهای دیگه یعنی هم نمودارا تقریبا حالت نمایی دارن ولی نمودار ایران این حالت خطی پیدا کرده که منطقی نیست و جای دیگه هم که با هم دیدیم نروژ هم تقریبا همین شکلی بود این هم منطقی شاید نباشه ولی روزای آینده مشخص میشه چون هم تعداد پایین تره شاید نتونیم قضاوت صحیحی بکنیم همین دوست داشتم اینو باهاتون شیر کنم عواستون به خودتون باشه لطفا تو خونه بمونین اگه میتونین و خلاصه دیگه امسال همگی با هم کرونا رو شکست بدیم انشالله خداحافظ خدا همگی